به نام خدا. دوستان عزیز سلام، من سعید هستم از کانال هلوتک مارکت و با یک آموزش دیگه در خدمت شما هستم. توی این ویدیو میخوایم در مورد مقاومت شنت یا شانت صحبت کنیم و اساسا ببینیم که این مقاومت شنت چه کاربردی داره و در چه دستگاهی استفاده میشه. خب مقاومت شنت که حالا به مقاومت‌های موازی با آمپرمتر هم معروف هست، در واقع یک مقاومت بسیار جزئی، یعنی از نظر اوهمی بسیار پایین هستش که توی مدار کاری رو انجام میده و مسیری رو با یک مقاومت بسیار پایین ایجاد میکنه تا کل جریان الکتریکی از این مقاومت عبور بکنه تا بتونیم مقدار شار الکتریکی یا همون شار جریان رو اندازه گیری کنیم. در واقع شنت به بیان ساده یک مقاومت دارای اوهم بسیار پایین هست که برای کمک به اندازه‌گیری جریان الکتریکی استفاده میشه. خب مقاومت شنت از قانون اوهم برای اندازه‌گیری جریان استفاده میکنه و در جایی که مقدار مقاومت و ولتاژ ثابت و مشخص هست به راحتی میشه جریان رو اندازه‌گیری کرد. طبق فرمولی که برای قانون اوهم وجود داره ما میتونیم جریان رو اندازه‌گیری کنیم. همونطور که میدونید V برابر است با I در R که V میشه ولتاژ، I میشه جریان و R هم میشه مقاومت. یعنی اگر ما دو تا از این پارامترها رو داشته باشیم به راحتی میتونیم با تبدیل کردن پارامترها اون پارامتر مجهول رو به دست بیاریم. به عنوان مثال اگر جریان ما 1 آمپر باشه و مقاومت ما هم 1 اوم باشه، 1 آمپر در 1 اوم میشه 1 ولت و وی به دست میاد. حالا اگر شما وی رو داشته باشید، آر رو هم داشته باشید و آی رو بخواید به دست بیارید، خب آی مساوی است با وی بر روی آر و به راحتی جریان به دست میاد. بنابراین وقتی شما مقاومت شنت رو، یعنی مقدار مقاومت شنت رو دارید و میدونید که اوهمش چقدر هست و ولتاژی هم که در مدار وجود داره و افت ولتاژی که دو سر مقاومت شنت به وجود میاد هم اندازه گیری کنید، به راحتی میتونید جریان عبوری از مقاومت شنت رو به دست بیارید. به این تصویر نگاه کنید. این آر اس اچ همون آر شنت یا مقاومت شنت هست. آر ال ما هم که میشه مصرف کنندمون و همونطور که میبینید از سمت ولتاژ مثبت باتری جریان در واقع راه میفته و تشکیل میشه و بعد از عبور از بار دوباره برمیگرده به قطب منفی. البته این جهت برعکسه ولی به صورت قراردادی در اینجا از قطب مثبت به منفی گفته شده. اما به این نکته دقت کنید، ما اینجا یک مقاومت شنت داریم که با 1 آمپرمتر موازی شده، ولی این آمپرمتر و این مقاومت شنت هر دو با هم در مدار به صورت سری قرار گرفتن. این نکته این تصویر هست که در ادامه میخواییم راجبش بیشتر صحبت کنیم. مقاومت شنت در کجا کاربرد دارد؟ مقاومت های شنت معمولا تو دستگاه اندازه‌گیری جریان متناوب یا مستقیم استفاده میشن. همونطور که در تصویر قبل دیدید در آمپرمتر مقاومت شنت به صورت موازی به آمپرمتر متصل میشه و آمپرمتر به صورت سری به یک دستگاه یا مدار وصل میشه. خب پارامترهای شنت، ببینید اون چیزی که توی مقاومت های شنت خیلی مهمه خود مقدار مقاومت، ائتلاف توان، تلورانسی که داره و ضریب دمایی که هر کدوم اینها اگر به دقت طراحی بشن و روی این پارامترها کار بشه میتونیم بگیم که ما یک مقاومت شنت دقیق داریم که توی مدار آمپرمترمون داره به خوبی کار میکنه. از اونجایی که در اثر عبور جریان از مقاومت شنت گرما به وجود میاد، مقاومت شنت ما باید از نوعی باشه که در واقع ضریب دمایی دقیقی داشته باشه یا ضریب دماییش پایین باشه. یعنی اینجوری نباشه که اگر یک دمای خیلی زیادی ایجاد شد باعث بشه که مقدار مقاومت تغییر کنه و تمام محاسبات ما رو به هم بریزه. بنابراین این پارامترها توی تولید مقاومت‌های شنت خیلی مهم هستن.
خب حالا برخی از انواع مقاومت‌های شنت رو با همدیگه می‌بینیم. مقاومت‌های شنت انواع مختلفی دارن و برای مصارف تجاری، صنعتی ساخته میشن. جنس این مقاومت‌ها هم میتونه از مواد مختلفی باشه، مثل کربن، سرامیک، آلیاژهای فلزی، سیمپیچ روی میله سرامیکی و غیره. که توی این تصاویر چند نوع از مقاومت‌های شنت رو دارید می‌بینید. که این مدلش روی ولتمتر آمپرمترهای روپنلی و یا این مدلش در منبع تغذیه های سویچینگ که در واقع با اندازه‌گیری جریان خروجی به IC PWM کمک میکنن که کمک کنه تا افت ولتاژ خروجی جبران بشه و بعد از اتصال مصرف کننده به منبع تغذیه افت ولتاژ ایجاد نشه استفاده میشن. خب اینجا هم انواع مختلفش رو دارید میبینید. این نمونه هم مدلی هستش که تو آمپرهای خیلی بالا استفاده میشه. اندازه‌گیری جریان‌های زیاد بدین گونه است که جریان بین مقاومت شنت و آمپرمتر به نسبت مقاومتی که در هر کدام دارن تقسیم می‌شود. ببینید وقتی که آمپر خیلی بالا باشه ما نمیتونیم کل اون آمپر رو توسط مدار آمپرمترمون اندازه‌گیری کنیم. بنابراین طبق همون تصویری که قبلا دیدید آمپرمتر و مقاومت شنت با همدیگه موازی میشن و این جریان بین این دو مسیر تقسیم میشه. اما تقسیم به این شکله که بیشتر جریان از مقاومت شنت میگذره و یه مقدار کمتری که به نسبت اون جریان مقاومت شنت هست از آمپرمتر و آمپرمتر میتونه با اندازه‌گیری یک مقدار خیلی کمی از در واقع جریان اون جریان بیشتر رو حدس بزنه و اندازه‌گیری کنه. ولی یادتون باشه ما همیشه برای اندازه‌گیری جریان ابتدا باید اون جریان رو تبدیل به افت ولتاژ کنیم. بنابراین به خاطر همینه که از مقاومت استفاده میشه و آمپرمتر کاری که انجام میده در اصل میاد افت ولتاژ دو سره اون مقاومت رو اندازه‌گیری میکنه تا بفهمه که الان چه مقدار جریان داره از مدار عبور میکنه. توی این تصاویر هم شما دو مدل مقاومت شنت رو میبینید. این برد یک مولتیمتر هست که دارای آمپرمتر هم هست. همونطور که میبینید در اینجا ورودی آمپر وارد ابتدای یک مقاومت شنت که به شکل یک مفتول هست در تصویرهای قبلی هم دیدید استفاده شده و این فیوز هم محافظت میکنه از مدار در برابر آمپرهای بیشتر از حد مجاز که باعث نشه که برد آمپرمترمون یا همون مولتیمترمون آسیب ببینه و یا آیسیمون بسوزه. اینجا یه دونه برد در واقع منبع تغذیه زنبوری داریم که تو خروجیش سه تا مقاومت شنت از نوعی که هر کدوم به اندازه 3.9 میلی اوم هستن، یعنی یه چیزی در حدود 4 میلی اوم. حالا این سه تا با هم دیگه موازی شدن و یه مقدار خیلی کمتری رو تشکیل دادن. همونطور که میدونید مقاومت ها وقتی با هم موازی میشن مقدارشون کمتر میشه که یه فرمولی داره، حالا قبلا گفتیم میتونید از ویدیو مقاومت ها ببینید. توی این منبع تغذیه این مقاومت های شن در خروجی در مسیر منفی قرار گرفتن. کاری که انجام میدن به IC کنترلی در منبع تغذیه سویچینگ میفهمونن که در خروجی ما الان جریان داریم میکشیم یا نه و این IC میاد با سنس کردن این جریانی که از این سه تا مقاومت شنت عبور میکنه میاد PWM رو کنترل میکنه تا نذاره که بر اثر حالا جریان کشی افت ولتاژ به وجود بیاد و به راحتی بتونه ولتاژ خروجی رو ثابت نگه داره. اگر به این نقشه نگاه کنید این نقشه دقیقا نقشه همون منبع تغذیه زنبوری هست که الان راجبش داشتیم صحبت میکردیم. در اینجا ما سه تا مقاومت شنت رو به صورت موازی داریم. اگر دقت کنید در مسیر منفی قرار گرفته و مسیر مثبت در واقع بالاست. حالا یه سمتش که رفته به خروجی که میشه منفی ولی سمت دیگرش اومده بعد از اینکه از این دوتا مقاومت عبور کرده وارد پایه 15 IC TL494 که همون IC کنترل PWM ما هست شده. اما اتفاقی که اینجا میفته این هست ابتدا به ساکن توسط این دوتا مقاومت یک تقسیم ولتاژی اینجا اتفاق میفته و ولتاژ وی رفرنسی که این بالا هست و 5 ولت هست در این ناحیه تبدیل به یک ولتاژ خیلی کمی میشه. چرا؟ چون این دوتا مقاومت ها از نظر اندازه با هم متفاوت هستن. قبلا من توی ویدیوی تشریح در واقع مدار منبع تغذیه زنبوری رو گفتم ولی حالا یه بار دیگه سریع اینجا میگم. مقاومت بالایی
68 کیلو اوهمه و مقاومت پایینی 750 اوم که باعث میشه این ولتاژ 5 ولتی که در رفرنس هست به ولتاژ 55 میلی ولت تبدیل بشه و وارد پایه 15 بشه. اگه ما تو خروجی هیچ جریانی نداشته باشیم، خب این ولتاژ 55 میلی ولت باعث میشه که پی دبلیو ام کنترل بشه و در واقع یه جورایی آی سی بیاد جریان رو بیاره پایین تر. اما وقتی که ما از اینجا جریان بکشیم، یعنی یه مصرف کننده به خروجی وصل بکنیم، این مقاومت های شند باعث میشن که ولتاژی که در این ناحیه هست منفی تر بشه و باعث بشه که افت ولتاژ پشت این مقاومت 750 اوهمی بیشتر بشه و ولتاژ این ناحیه به صفر نزدیکتر بشه و به پایه 15 بفهمونه و با این روش IC PWM یا IC در واقع سویچینگ ما کاری بکنه که PWM یا همون در واقع دیوتی سایکل PWM ما کنترل بشه و ولتاژ خروجی در حدی قرار بگیره که مد نظر ما هست. حالا خیلی نمیخواستیم اینجا راجع به این مبحث صحبت کنیم، بیشتر هدفمون معرفی وظیفه مقاومت شنت بود. خب حالا یه نمونه دیگه هم ببینید. ببینید اکثر شما وقتی که یک منبع تغذیه متغیر میسازید، میاید از این ولتمتر آمپرمتر رو پنلی استفاده میکنید. توی این ولتمتر آمپرمتر، ولتمتر که وظیفه خودش رو انجام میده، ولی آمپرمتر چجوری آمپر رو اندازه گیری میکنه؟ سه تا پایه در این بالا هست که دو تاش مربوط میشه به تغذیه IC و یکیش هم مربوط میشه به ورودی ولتاژ برای اندازه گیری. اما آمپر همونطور که میبینید هم این سوکتاش کلوفتره به خاطر آمپری که میتونه بکشه و باید تحمل کنه، همین که اگر دقت کنید در اینجا ما یک مقاومت شنت داریم که با ورودی آمپرمتر ما موازی شده و همونطور که میدونید باید شما آمپرمتر رو در مدار به صورت سری قرار بدید تا بتونید آمپر رو اندازه گیری بکنید. حالا میخوام اینجا یه ترفند به شما یاد بدم. یکی از بهترین روش ها برای اندازه‌گیری آمپر در مدارات منبع تغذیه‌ای که شما می‌سازید این هستش که شما این مقاومت شنت رو از روی خود این مدار بردارید و بیارید طبق این نقشه‌ای که حالا اینجا دارید می‌بینید توی منبع تغذیه‌تون تو مسیر خروجی منفی بعد از سلفتون قرار بدید. مثلا اگر شما یک پاور کامپیوتر رو متغیر کردید، می‌تونید تو مسیر منفی این مقاومتی رو که اینجا هست رو از جای خودش در بیارید و بعد از برش دادن در این ناحیه بیاید توی مسیر قرارش بدید و حالا بیاید دو سر این آمپرمترتون رو به این دو ناحیه وصل کنید، یعنی به دو طرف مقاومت شنتتون. اینجوری شما آمپری که از مدار عبور میکنه رو به راحتی میتونید اندازه گیری کنید و هر بار که یک مصرف کننده ای رو به مدارتون وصل میکنید به صورت اتوماتیک وار هم ولتاژ اینجا نشون داده میشه و هم مقدار آمپری که از مدارتون کشیده میشه در این ناحیه نشون داده میشه و دیگه نیازی نیست که شما بیاید آمپرمترتون رو به صورت سری در مدار قرار بدید و در واقع سیم کشیتون خیلی پیچیده بشه. این ترفندی که در واقع اینجا به شما گفتم باعث میشه که همیشه آمپرمتر شما در مسیر در واقع آمپر منبع تغذیه شما قرار بگیره و به راحتی بتونید آمپر رو اندازه گیری کنید. خب این هم ویدیوی مقاومت شند، کاربردهاش و حالا مصارفی که داره و امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مرسی از حمایتاتون، مرسی از لایکاتون و مرسی از کامنت های دلگرم کنندتون. براتون آرزوی سلامتی دارم و تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.